معظم بیگ یک فعال مدنی بریتانیایی است که 10 سال قبل در خلیج گوانتانامو زندانی شد و بعد هم در فوریه سال گذشته به مدت 7 ماه در زندانی در بریتانیا در بازداشت بود. او در ماه اکتبر سال گذشته از همه اتهامات مربوط به تروریسم تبرئه شد و از زندان آزاد شد. او معتقد است که تمهیدات ضد تروریستی فعلی در بریتانیا دقیقاً به همان مشکلاتی دامن می‌زند که قرار است حلشان بکند و باعث منزوی و رادیکالیزه شدن بعضی از مسلمان‌ها می‌شود. ولی جامعه مسلمانان بریتانیا چطور باید برای پیشگیری از اقدامات افراطی‌ها با مقامات مسئول همکاری کنند؟ زینب بداوی در برنامه هارتاک بخش انگلیسی بی بی سی با معظم بیگ گفتگو کرد. معظم بیگ، به هارتاک خوش اومدید. ممنونم. شما بریتانیایی هستید، اما در گذشته تقریباً به همه جاهایی که برای جامعه مسلمانان مهمن سر زدین. بوسنی، پاکستان، افغانستان، سوریه، لیبی و مصر. چرا؟ خب فکر میکنم کوچکتر که بودم و سعی میکردم هویت خودم رو بشناسم، اول به بوسنی رفتم، بعدش هم به پاکستان رفتم، یعنی کشور پدر مادرم، به افغانستان هم رفتم و به جاهای مختلفی از جمله اردوگاه‌های آموزشی که در سال 93 توسط پیکارجوها اداره میشدن. اردوگاه‌هایی که تندروها اداره میکردن. بعد همینجا میونه حرفتون. خواهش میکنم. چرا به اردوگاه‌هایی رفتین که توسط تندروها اداره میشدن؟ این قضیه به سال 1993 برمیگرده. یادتون باشه که اون موقع تازه بعد از پایان اشغال افغانستان به دست شوروی بود. مجاهدین افغان از سوی بریتانیا و آمریکا حمایت شده بودند و در واقع بریتانیا بعضی از اونها را آموزش داده بود. و اون مجاهدین بعداً به طالبان تبدیل شدن یا زمینه‌ساز شکل‌گیری اون شدن. فکر می‌کنم بشه یه جوری چنین ادعایی کرد، اما نسل‌های متفاوتی بودند. اما تا اونجایی که به شخص من مربوط میشه، مسلماً قضیه فرایند کشف هویت بود. پاکستانی هم، بریتانیایی هم، آسیایی هم یا مسلمان و همه این سوال‌ها. ولی چرا باید هویتتون رو در یک اردوگاه آموزش نظامی پیدا می‌کردین؟ اردوگاه هم بخشی از سفرهام بود. من فقط چند روز اونجا بودم. اونجا مردای جوانی بودن که در کشمیر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن و اون موقع در سال 93 اردوگاهشون رو در خاک افغانستان برپا کرده بودن. اما برای من این بخشی از یه بیداری دوباره بود، بخشی از پدیده بزرگتر در جهان اسلام که بر مبنای اون ما بیشتر خودمون رو با هویت اسلامیمون تعریف می‌کردیم. مسئله دیگه این بود که در مقیاسی بزرگتر ما در کجای جهان قرار می‌گیریم. بسیار خوب. با توجه به اونچه که گفتین، پس آیا هیچ جای تعجبی وجود داره که نسبت به شما سوء ظن وجود داشته؟ باید یادآوری کنم که شما بیگناه بودین و به هیچ عنوانی مجرم شناخته نشدین، اما به چنین جاهایی رفتین و در سال 2002 به مدت 1 سال در زندان بگرام در افغانستان زندانی بودین. بعد هم برای 2 سال به گوانتانامو فرستاده شدین. سال پیش هم در زندانی در جنوب لندن به نام بلمارش زندانی بودین. آیا وجود این مقدار سوءظن در مورد شما توجیهی داره؟ من به خصوص بعد از 11 سپتامبر اینو میفهمیدم که چرا ممکنه لازم باشه با آدمایی که پیشینه جالبی دارن بخوان صحبت کنن. اما چیزی که نمیفهمم و هنوزم درکش نمیکنم، نیاز به شکنجه، آزار و اذیت، زندانی کردن غیرقانونی، آدم ربایی و در بعضی موارد تجاوزه. برای شما که اتفاق نیفتاده. چرا؟ همش اتفاق افتاد. بدون اینکه بخوام وارد جزئیات بشم، فقط بهتون میگم که همه این چیزا به سر ما اومد، برای همه زندانی ها، و کسی نیست که این بلاها به سرش نیومده باشه. دارین راجع به گوانتانامو حرف میزنین یا بگرام؟ هر دوشون. هر دو جا. میشه نیاز به صحبت کردن به یه عده رو درک کرد و من هیچ وقت مخالفتی با این قضیه نداشتم، اما اینکه بر اساس اعتقاداتشون، اینکه کجاها بودن، اینکه مفهوم باورهاشون چیه، اونم در حالی که در یک دادگاه صالح بهشون رسیدگی نشده و بعد به اونها نوعی وجهه شیطانی دادن، کار کاملا غلطیه. بذارین یکم بیشتر راجع به تجربیاتتون در بگرام و گوانتانامو حرف بزنیم. میدونم که در این مورد مطالبی نوشتین، ولی این تجربیات چه تأثیری روی شما گذاشتن؟ چون بعد از اون اتفاقات دچار به اصطلاح PTSD یا استرس پس از سانحه شدید. فکر کنم بدترین چیزی که در بگرام برام اتفاق افتاد موقعی بود که در 2002 اونجا زندانی بودم. اونجا یک پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان بود. پاکستانی ها و ماموران سازمان سیا من رو با تهدید سلاح گرم دستگیر کردند و به یک بازداشتگاه مخفی پاکستانی ها در قندهار افغانستان بردند و از اونجا به بگرام برده شدم. بدترین چیزی که در اونجا شاهدش بودم این بود که یک نفر رو در حالی که دستهاش رو از بالای سرش به سقف بسته بودند زیر کتک کشتند.
همینطور صدای زنی که فکر میکردم همسرمه میشنیدم که داره شکنجه میشه. عکس های بچه هام رو جلوم تکون میدادند و تهدیدم میکردند. چهار فرزند داریم؟ بله. تهدیدم میکردند که اگه همکاری نکنم من رو به مصر یا سوریه میفرستند. پیشتر ازم پرسیده بودند که چطوره که به اینجا ها؟ بذارین اول این قسمت حرف رو تموم کنیم. این تجربیات چطور روی شما به عنوان یک بریتانیایی مسلمان تأثیر گذاشت؟ شما در این کشور به دنیا اومدید ولی پدر و مادرتون اهل پاکستان هستن. آیا این تجربیات شما رو خشمگین کرده؟ نه، اما زندگیم رو در مسیر فعلیش قرار داده. چرا به سوریه رفتم؟ چرا تصمیم گرفتم به لیبی برم؟ چرا خواستم به مصر برم؟ برای اینکه پرده از حقایق بردارم، از برنامه‌هایی که در چارچوب اونها دولت‌های بریتانیا و آمریکا با همکاری هم مظنونان رو به کشورهای تحویل می‌دادند، در حالی که می‌دونستن این افراد در اونجاها شکنجه میشن. در نتیجه از زمان برگشتم بخشی از کارم بر اونچه که در بک‌گراند به سرم اومد متمرکز بوده. به نوعی احساس گناه میکنم که بعضی ها هنوز در گوانتانامو هستن بدون اینکه تفهیم اتهام یا محاکمه بشن، ولی خودم آزاد هستم. حالا باراک اوباما گفته که اونچه در سازمان سیا اتفاق افتاده با اصول و ارزش های ما همخونی نداره، از جمله روش های بازجویی خشونتبار در طی این سالهایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، یعنی سالهای دهه اول 2000 و دوران حکومت جورج بوش. در گزارش سنای آمریکا هم که اواخر سال گذشته منتشر شد، این کارها محکوم شدن. اینها تا حدی باعث تسکین احساساتتون میشه؟ من از اینکه این گزارش رو منتشر کردن و راجع به موضوع حرف میزنن استقبال میکنم، ولی نگفتن که کسی قراره به این خاطر تحت تعقیب قرار بگیره. در واقع از همون اوایلی که سازمان سیا به انجام شکنجه موسوم به الغای حس غرق شدن و از بین بردن نوارها و شواهد اون متهم شد، اوباما گفت که این افراد از پیگرد قضایی مصون خواهند بود. در گزارش سنا هم فقط به افرادی اشاره شده که سیا اونها را شکنجه کرده و اشاره به کسایی که در بازداشتگاه‌های نظامی زندانی بودن نمی‌کنه. اونایی که به کشورهای فرستاده شدند که به اعمال شکنجه معروفن، مثل مصر و سوریه و لیبی. بسیار خوب. شما در سال 2012 به سوریه رفتین که به گفته خودتون تحقیقاتی انجام بدین، ولی علاوه بر اون در اونجا سعی کردین به آزادی آلن هنینگ بریتانیایی که فعالیت‌های بشردوستانه می‌کرد و پاییز گذشته کشته شد کمک کنین. آیا کسانی که اون گروگان گرفته بودن میشناختین؟ اونا رو نمیشناختم، اما به کسایی دسترسی داشتم که میشناختنشون. قبل از اینکه در سال 2014 بازداشت بشم، سعی خودم رو کردم که به کسانی که آلن هنینگ رو گروگان گرفته بودن پیامی برسونم و خواهان آزادیش بشم. سعی کردم به زبان عربی پیامی برای ابوبکر البغدادی بفرستم و ازش این تقاضا رو بکنم. منظورتون رهبر تشکیلاتیه که به اسم دولت اسلامی شناخته میشه؟ بله، که خودشو خلیفه خونده. به انگلیسی و عربی براش نامه نوشتم و چندین بار با کسانی که در مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها نقش داشتن تماس تلفنی گرفتم. به دیدن یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه رفتم و براشون توضیح دادم که چیکار دارم میکنم، اما فقط چند هفته بعد از اون بازداشت شدم. بذاریم به موضوع بازداشتتون در سال گذشته بپردازیم. حدوداً یک سال پیش بود که در بلمارش در جنوب لندن زندانی شدین. 22 ساعت به حال خودتون رها شده بودین. در موقع دستگیری و نگهداریتون در بازداشتگاه بهتون چی گفتن؟ بهم گفته شد این که یه جنراتور برق در اختیار شورشی سوری قرار دادم اقدام تروریستی بوده و اینکه در آموزش آمادگی جسمانی به بعضی از شورشی‌های سوری دست داشتم این هم اقدام تروریستی محسوب میشه. این اتهامات هیچ وقت در دادگاه بررسی نشد، ولی وقتی شواهد و مدارک موجود علیه خودم رو دیدم واقعا خنده‌دار بود. ولی شورشیان چه کسانی هستند؟ چون بین اونها فرق هست. مثلا ارتش آزاد سوریه هست که کشورهای غربی و عربی از اونها حمایت میکنن چون دارن با بشار اسد میجنگن، و کسایی هم هستن که عضو دولت اسلامی یا داعش هستن. بذارید این نکته رو روشن کنم. موقعی که من سوریه بودم و تا وقتی که از این کشور خارج شدم، هنوز دولت اسلامی یا داعش وجود نداشت. هنوز به وجود نیامده بود. من به عضویت در هیچ یک از این سازمان‌ها متهم نشدم. اما افراطی‌هایی بودن که ممکنه شما باهاشون ارتباط برقرار کرده باشین و ممکنه بعداً به این سازمان‌ها پیوسته باشن. آیا امکان این هست؟ بله، کاملاً امکانش هست. و شما با چنین افرادی رابطه دوستانه‌ای داشتین؟ نه به اون صورت، چون واقعیت قضیه اینه که قوی ترین مدرک من همون مدارک دولت بود. اونها در ماشینم شنود کار گذاشته بودند و همه مکالمات و دیدگاهام در مورد این سازمان ها و افراد رو شنیده بودند و میدونستم به نظر من چطور باید با اونها برخورد کرد. من به هیچ وجه از اونها حمایت نمی کردم و در واقع وقتی اونجا بودم با چندین نفرشون اختلاف پیدا کردم.
باهاشون اختلاف پیدا کردین. بذارین این رو بگم، چون در تابستان 2012 به منطقه حلب که تحت کنترل شورشیان بود سفر کردین و در این موقع نوشتین من در کنار گروهی از پیکارجویان مؤمن تحصیل کرده نسبتاً جوان و مهمان نواز بودم. بهم بگین که قبل از این که داعش حسابی قدرت بگیره از کجا میدونستین که کار این پیکارجوها به کجا میکشه؟ چون میدونم گروهی که پیششون اقامت داشتم و در اون مطلب خاص بهشون اشاره کردم عضو گروه جبهه اسلامی هستند که یکی از مهمترین سازمانهایی که با داعش مبارزه میکنه. اما اگه بخوام قدری به عقب‌تر برگردم باید بگم که دلیل اصلی رفتن من به سوریه ملحق شدن به شورشیان یا حمایت از اونها نبود. هدفم از رفتن به اونجا درست مثل موقعی که به لیبی رفتم این بود که میدونستم دولت‌های بریتانیا و آمریکا افرادی رو به حکومت‌های این کشورها تحویل دادن و دلیل اصلی رفتن به این کشورها این بود که با این قربانیان شکنجه ملاقات کنم. شما در بلمارش بازداشت شده بودین تا اینکه اکتبر گذشته آزاد شدین. در مورد همه اتهامات براتون قرار منع پیگرد صادر شد و دادستانی در بیانیه ای اعلام کرد ما به مدارکی دست پیدا کرده ایم که پیش از این در تحقیقات پلیس موجود نبودن. اگر در اون زمان به این مدارک دسترسی داشتیم تفهیم اتهام انجام نمی شد. این اطلاعاتی که ازش حرف می زنن چی می تونه باشه؟ ادعا میشه که پرونده تهیه شده علیه من بعد از ملاقاتی که در حضور وکیلم و وکلای اونها با مسئولان سرویس های امنیتی داشتم مختومه شده. ملاقاتی که پیش از سفرم به سوریه بود. دلیل صدور قرار منع پیگرد این نبود. به نظر من دلیلش این بود که چیزی بگم، چون روزنامه گاردین روز 3 اکتبر 2014 گزارش داد که شما پیش از همون سفرتون به سوریه تماس‌های متعددی با MI5 یا همون سرویس امنیت داخلی داشتید. گاردین در این مورد کاملا اشتباه کرده. من فقط یه ملاقات داشتم و ملاقاتم به MI5 هم به همین دلیل بود. اونها قبل از سفر دومم به سوریه با هم تماس گرفتند و گفتند می‌خوایم باهات صحبت کنیم. من گفتم باشه، ولی می‌خوام بدونین که من دارم به سوریه میرم که در مورد کارهای شما تحقیق کنم. لطفاً این موضوع رو در نظر داشته باشین. اونا گفتن باشه، با وکلامون صحبت میکنیم و بعد باهات تماس میگیریم. همین کار رو هم کردن و در حضور وکیل من و وکلای اونها صحبت کردیم. اونا بهم اطمینان دادن که در راه سفرم به سوریه مشکلی ایجاد نمیکنن. این تنها تماسی بود که باهاشون داشتم. پس فقط یک بار با MI5 در تماس بودین، نه به طور مرتب. این تنها و تنها تماس. بله، تنها شما هیچ گونه همکاری با اونا نداشتین یا به هیچ وجه اطلاعاتی در اختیارشون قرار نمیدادین؟ این ادعا کاملا بی معناست. من در گوانتانامو و بگرام زندانی بودم. در حضور ماموران MI5 شکنجه شدم. وقتی آزاد شدم ازشون شکایت کردم و کارمون به دادگاه کشید. در نتیجه باید بگم که ما مدت هاست که در مقابل هم قرار داریم، چون اونا به طور مستمر در شکنجه و آزار و اذیت دست داشتن. از زمانی که از گوانتانامو برگشتم دائما به این نکته تاکید کردم که اونها در شکنجه و تحویل بعضی بریتانیایی ها به کشورهای دیگه دست داشتن. اینو روشن کردین، ولی پس فکر میکنین چرا در مورد این اتهامات براتون قرار منع پیگرد صادر شد؟ روشنه. دلیل اصلش اینه که سیاست دولت در قبال سوریه بسیار سردرگم بوده. اگر من رو به فرستادن یک جنراتور به شورشیان متهم میکردن، صرف نظر از اینکه اونها ارتش آزاد سوریه بودند یا گروه دیگری، خود دولت بریتانیا هزاران جنراتور برای ارتش آزاد سوریه میفرستاد و در اون موقع در کنار جبهه نصرت که شاخه القاعده در سوریه است میجنگید. سیاستشون خیلی سردرگم بود. به نظر من دلیل اینکه پیگرد من به جایی نرسید این بود که اگه پیگیری میشد پیشینه و سابقه ای در دادگاه‌های بریتانیایی به ثبت می‌رسید که کارهای من مصداق تروریسم نیست و در نتیجه کسانی که حالا دارند تحت پیگرد قرار می‌گیرند رو نمی‌شد به دادگاه کشوند. در نتیجه کل سیاست دولت در قبال سوریه و تعریف اینکه تروریسم چیه کاملا به چالش کشیده می‌شد. شما با یک سازمان غیر دولتی به نام کیج همکاری میکنین که کارش کمک به افراد و جوامعیه که از اون چه جنگ علیه تروریسم خونده میشه لطمه دیدن. دستگیری ها و بازداشت های بناحق، شکنجه و چیزهایی که برای شما اتفاق افتاد. اما با توجه به اون چه که در پاریس و مجله شارلی ابدو اتفاق افتاد یا اتفاقات سیدنی و یا کشته شدن لی ریگبی در همین بریتانیا و امثال اینها، آیا براتون قابل درکه که دولت های مختلف چاره ای جز سختگیری ندارن؟ و بعضی مواقع ممکنه کسی رو اشتباهی دستگیر و زندانی کنن، اما با توجه به این پیش زمینه مسئله قابل درکیه. من فکر نمی‌کنم قابل درک باشه. داریم راجع به دولتی حرف می‌زنیم که یکی از قوی‌ترین نهادهای اطلاعاتی و انتظامی جهان رو داره. یه بار اشتباه کردن قابل قبوله، ولی به طور مستمر اشتباه کردن از خود راندن کل یک گروه قومی یا مذهبی و تصویب قوانینی که مشابهشون حتی در اوج فعالیت‌های ارتش جمهوری‌خواه ایرلند هم سابقه نداشته چیز دیگه‌ایه. کسایی رو داشتیم که به خاطر سرودن شعر در سرزمین شکسپیر
تحت پیگرد قرار گرفتن یا به خاطر انتشار کتاب در این کشور با ادبیات غنیش. باور کردنی نیست. حالا دولت داره سعی میکنه قوانین رو وضع کنه که پلیس مخفی آلمان شرقی در مقابلشون سربلند بیرون. ولی حتما یادتون میاد در سال 2005 در شبکه حمل و نقل لندن بمبگذاری شد. تریزا می وزیر کشور در ماه نوامبر گفت از ژوئیه 2005 یعنی زمان اون حملات حدود 40 توطئه تروریستی خونسا شدن. میگه که عده‌ای قصد داشتن با مسلسل حملاتی مشابه اونچه در بمبئی هند اتفاق افتاد رو در خیابان‌های بریتانیا انجام بدن. بورس سهام لندن رو منفجر کنن، هواپیماهای مسافربری رو سرنگون کنن. او میگه که همه این طرح‌ها به دست نیروهای امنیتی بریتانیا و متحدان خارجی ما خونسا شده. اینها هم باید مد نظر قرار بگیرن. به یاد داشته باشیم وقتی حمله به افغانستان و عراق اتفاق افتاد، مقامات اطلاعاتی بریتانیا با قاطعیت میگفتند که احتمال وقوع اقدامات تروریستی افزایش قابل توجهی پیدا کرده. لازم نیست آدم علامه ده باشه که بفهمه اگه در یک کشور دیگه دست به اقدامات خشونت بار بزنین، ممکنه واکنش‌های همراه داشته باشه. دولت در سیاست‌هاش هیچ‌وقت به دنبال پیدا کردن ریشه‌های این مسئله نبوده. فکر میکنم تروریست تنها جرم و جنایتی در این کشوره که دولت نمیخواد به ریشه هاش کاری داشته باشه. یادمون نره که ما تنها موقعی تونستیم مسئله ایرلند و شمالی رو حل کنیم که به ریشه های تروریست در اونجا پرداختیم و نهایتا تونستیم اون مسئله رو به آخر برسونیم. وقتی سرویس های امنیتی میگن که این همه توطئه رو خونسا کردن، اسناد و مدارکی براش ارائه نمیشه. مثلا فکر میکنم در سال 2003 بود که گفتن قراره با استفاده از سم رایسین حمله ای انجام بشه، ولی در واقع هیچ خبری از رایسین نبود. شما قبلا اشاره کرده بودین و حالا هم دارین میگین که داعش از دل سیاهچال‌های ابو قریب زاده شده. در ماه دسامبر گذشته نوشتین که دلیل اینکه حالا شاهد سربریده شدن آدم‌ها در لباس‌های نارنجی هستیم همینه. این در واقع پاسخ مستقیم به شکنجه‌های وحشیانه‌ای که انجام شده. شما فکر می‌کنین که اقدامات و تمهیدات ضد تروریستی در بریتانیا و دیگر کشورهای غربی بله، به چنین واکنش‌هایی منجر میشن؟ وقتی در بگرام زندانی بودم یه آمریکایی بهم گفت که اگه باهاشون همکاری نکنم من رو به سوریه یا مصر میفرستن، یعنی همون جایی که فردی به اسم ابن شیخ الدیبی رو به اونجا فرستاده بودن و او در اون موقع ارشدترین مقام القاعده بود. ولی چطور از اونچه بر سر خودتون اومده به این نتیجه میرسین که باهاش میشه این اقدامات رو توضیح داد؟ بذارین براتون توضیح بدم چرا. رابطه علت و معلولی مستقیم بینشون رو توضیح میدم. اقرارهای این مرد که در مصر زیر شکنجه از اون گرفته شده بود در اختیار کالین پاول قرار گرفت. در اقرارهاش اومده بود که با صدام حسین در زمینه دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی همکاری کرده بود. کالین پاول در سال 2003 این اعترافات رو به شورای امنیت سازمان ملل برد تا از اون برای تقویت استدلال ضرورت جنگ با عراق استفاده کنه. القاعده تا پیش از حمله آمریکا به عراق در اونجا وجود نداشت. بعد ابو مصعب زرقاوی به اونجا رفت و جماعت التوحید و جهاد رو تشکیل داد که بعداً به حکومت اسلامی عراق تبدیل شد. بعدتر به دولت اسلامی عراق و شام بدل شد و حالا هم دولت اسلامیه. 17 نفر از رهبران دولت اسلامی در زندان بوکا بودن و در لباس‌های نارنجی زندان شکنجه می‌شدند. این تعداد که اونطور که خیلی از مسلمان‌ها میگن تنها یک اقلیت هستن، افراطی شدن. شما میگین که اینها نتیجه بلاهایی که سرشون آوردن. بسیار خوب. اگه شما میگین که اقدامات ضد تروریستی فعلی کارایی ندارن، پس به نظر شما باید چه کار کرد؟ اندرو پارکر رئیس MI5 میگه حدود 600 افراطی در میان بریتانیایی‌هایی هستند که به سوریه و عراق سفر کردند. او میگه که بخش قابل توجهی از این افراد جذب دولت اسلامی شدن و میدونیم که ده‌ها نفرشون به بریتانیا برگشتن. اگه شما بودین چطور باهاشون برخورد می‌کردین؟ همین حالا کشورهایی هستن که دارن این مسئله رو مدیریت میکنن. دانمارک برای کسایی که از سوریه برگشتن برنامه‌هایی در نظر گرفته. این برنامه‌ها تحت نظارت پلیس هستن ولی اساساً اجتماعی‌اند. در این برنامه‌ها خانواده و جامعه نقش اساسی در تغییر باورهای این افراد بازی میکنن. من در بلمارش در کنار خیلی از کسایی که به کشور برگشتن بودم. مسئله مهم اینه که چرا برگشتن. نکته‌ای که در همه اونها مشترک اینه که دلشون نمی‌خواست در جنگ داخلی بین گروه‌های جهادی شرکت داشته باشن. قدرت گرفتن داعش باعث شده برگردن. دولت بریتانیا در کمال حماقت همه اینها رو زیر برچسب کلی تروریسم جا داده و سعی میکنه اونها رو تحت پیگرد قرار بده. ولی اقدامات پیشگیرانه هم مهمن، اینطور نیست؟ ببینید وقتی کار از کار گذشته دیگه چه فایده ای داره؟ ببینید باید به اسناد و شواهد نگاه کنیم. یکی از پسرای جوونی که برگشته اهل برمینگامه، او رو به 13 سال زندان محکوم کردند.
اون هم در حالی که عضو داعش نبوده. ولی لازمه که یک پیام محکم فرستاده بشه. مثلا دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته که باید همه گزینه‌ها روی میز نگه داشته بشه. مثلا پس گرفتن تابعیت از افراد تا نتونن به کشور برگردن. و شما هنوز جواب روشنی به این سوال ندادین که به نظر شما چطور باید با این مسئله و افراطیون چیزی که میخوام بگم مصمم به کشتن و منفجر کردن مردم هستن. حرف من اینه که ما باید کارهایی که واکنش ایجاد میکنن رو متوقف کنیم. همین حالا در بریتانیا بیش از دوران اوج حملات ارتش جمهوری خواه ایرلند قانون ضد تروریست داریم. همونطور که گفتم دانمارک کسی رو به خاطر رفتن به سوریه تحت پیگرد قرار نمیده. سوئد هم همینطور. پس چرا ما این کارو میکنیم؟ اونم وقتی که نمیتونیم با قاطعیت نشون بدیم که تهدید به همون اندازه که دولت ادعا میکنه بزرگ و جدیه. براتون یه مثال میزنم. وقتی پلیس کسی رو در ارتباط با سوریه دستگیر میکنه خیلی زود میگن که هیچ خطری از جانب اون فرد متوجه مردم بریتانیا نبوده. این کار رو در اکثر موارد میکنن و در مورد خود من هم کردن. اگر پلیس این رو میگه و دولت حرف متفاوتی میزنه کی داره حقیقت رو میگه؟ شما تمرکز زیادی روی نحوه برخورد مقامات بریتانیایی با این مسئله میذارین. ولی جامعه مسلمونا چطور؟ شما اهل برمنگام هستید. خالد محمود نماینده برمنگام در مجلس از حزب کارگر گفته که ما به بحث و گفتگو در این مورد نیاز داریم. اون گفت که به تغییر بنیادی در رده‌های خرد جامعه احتیاج داریم و درسی که گرفتیم اینه که اگه در مواردی مثل حقوق زنان و همجنسگرایی به افراطی‌ها اجازه اشاعه نظراتشون رو بدیم خیلی زود قضیه به تبلیغات افراطی علیه غرب در کلیتش تبدیل میشه. درست میگه مگه نه؟ البته فکر میکنم در 13 سال گذشته در بریتانیا بحث در جریان بوده در مورد اینکه اسلام چیه، ماهیت تروریسم و افرادگرایی چیه. مشکل اینه که دولت داره سعی میکنه ما دیکته کنه که افرادگرایی چیه و چی نیست. من نگفتم افراطگراییه، بحث فراتر از اونه. موضوع ارزش هاست. خالد محمود هم مثل خیلی های دیگه داره میگه که مسلمان ها باید به بحث و گفتگو بپردازن. آیان هرسی علی نویسنده سومالیایی تبار ماه پیش بعد از حمله به مجله شارلی ابدو گفت روح ما در غرب در باور ما به آزادی عقیده و آزادی بیان ریشه داره. آزادی بیان دغدغه هامون و آزادی پرستش هر کس یا چیزی که میخوایم. مسلمان ها باید در مورد این ارزش ها بحث کنن. این اتفاقا همین حالا هم در بریتانیا و غرب میفته، البته به شکلی که به ضرر جامعه مسلمانانه. ما هیچوقت به اندازه الان احساس نکردیم که تحت فشار هستیم. چرا؟ چون فقط در جامعه مسلمانا در مورد ارزش ها بحث میشه. نه، بذارید یه مثال براتون بزنم. این اتفاق داره همزمان با چیزهای دیگه اتفاق میفته. اگه این بحث به خودی خود انجام میشد مسئله ای نبود، ولی وقتی کشورهای مسلمان زیادی دارن هدف بمباران و حمله پهپادها قرار میگیرن و اتباعشون دستگیر و به بازداشتگاه‌های مخفی فرستاده میشن، نمیشه گفت وقت مناسبی برای این کاره. بیشتر مسلمانا به دست مسلمانای دیگه کشته میشن، نه توسط غربی ها. بیشتر غربی ها به دست غربی ها کشته میشن. بله، ولی منظورم اینه که اکثریت بزرگ و یا تقریبا همه قربانیان دولت اسلامی یا هر اسمی که بهش میدین مسلمان هستن. مثلا دانش آموزای پاکستانی که مورد حمله طالبان قرار گرفتن. اگر به تاریخچه تروریسم در غرب نگاه کنید میبینید که 98% اقدامات تروریستی در غرب به دست غربی های سفید پوست و غیر مسلمان انجام میشن. این واقعیت روشنیه. پس یعنی به هر دلیلی در داخل جامعه مسلمان ها درباره ارزش ها بحث نشه، اون وقت به سمتی حرکت میکنیم که بعضی نگرانن که در اون با برخورد تمدن ها روبرو خواهیم بود و دو فرهنگ با هم در تقابل قرار میگیرن. فکر نمی کنم برخورد همین حالا اتفاق افتاده، ولی بین تمدن ها نبوده. برخورد بین کشورهای قلدر و کشورهای ضعیف بوده، بین کشورهای قلدر و مردمان ضعیف تر. یه مثال براتون میزنم. الان گفتم که معمولا مسلمان ها به دست مسلمان های دیگه کشته میشن، اونم داخل کشورهای اسلامی. اینو میفهمم، ولی همونطور که بهتون گفتم وقتی در مورد تروریسم صحبت میشه باید در نظر داشت که 98% حملات تروریستی در غرب به دست غیر مسلمان ها انجام میشه. پس نمیتونیم از فرصت استفاده کنیم و بگیم چون ماجرای شارلی ابدو یا حملات 7 ژوئیه 2005 اتفاق افتاده اینها انعکاس دهنده کل مسلمانانه. ما در غرب حدود 50 میلیون نفر مسلمان داریم. پس بین مسلمان ها به خصوص اونایی که ساکن غرب هستن و بقیه مردم این کشورها برخوردی اتفاق نخواهد افتاد. برخورد به یک اعتبار وجود داره، به این معنی که مسلمان‌ها دائم مورد حمله قرار می‌گیرن، اما از طرف مسلمان‌ها پاسخی داده نمیشه. یعنی اونها در پاسخ دست به خشونت نمیزنن، بلکه بر هویتشون تاکید میکنن. معظم بیگ، خیلی ممنون از اینکه مهمان هارد تاک بودید. متشکرم.